این جنگل ها راز تاریکی را پنهان کردند، اما پیر مالینوسکی از آن پرده برداشته. او مرا به جایی میبرد که روزگاری پر از نیروهای آلمانی بود، به سوی تونل فراموش شده مرگ. اما وقتی به محل رسیدیم مشخص شد که اشکالی در کار است. عده‌ای به اینجا آمده و از بالای تونل کنده اند تا بلکه چیزی برای فروش پیدا کنند. به همین زودی غارتگرها به اینجا آمدند که مایه شرمساریه. خیلی مهمه که هرچه زودتر پلیس اینجا نگهبان بذاره، چرا که آخرین راز مگوی جنگ جهانی اول اینجا برملا میشه، در این تونلی که 300 متر طول داره. بقایای بیش از 270 سرباز آلمانی دفن شده که در شرایط وحشتناکی مردند. در ماه می سال 1917 ارتش فرانسه برای تصرف این بلندی ها عملیاتی آغاز کرد، اما تونل وینتربرگ بخشی از برنامه دفاعی در سنگر آلمان ها بود. در روز پنجم ماه می دو خمپاره به سر و ته تونل خورد. یک انفجار بزرگ باعث شد سربازها در تونل گیر بیفتند. در چند روز پس از آن با تمام شدن اکسیژن داخل تونل آنها تک تک جان دادند. بعضی از همقطارانشان خواستند با آنها شلیک کنند. انتظار مرگ طولانی و دردآور بود. فریاد تمنای آب سربازان بیهوده بود. مرگ به ریشمان میخندید. اجساد احتمالاً پوست و مو دارن. حتی یونیفرمشون باید سالم مونده باشه. وقتی هوای تازه به داخل تونل راه پیدا نکنه، شرایط برای حفاظت مناسبه. احتمالاً میشه همه مدارکشون رو پیدا کرد. نامه، عکس، حلقه. داخل این تونل بزرگترین بقایای انسانی جنگ جهانی اول پنهان شده. پدر پیر برای کشف محل این تونل چند سال جستجو کرد، اما کسی دنبال آن را نگرفت، تا اینکه پارسال پیر تصمیم گرفت خودش تنها دست به کار شود. خطر پیگیری قضایی را به جان خرید و با یک حفار به اینجا آمد. چیزهایی که پیدا کردند ثابت می‌کرد تونل همینجاست. سپس روی آن را پوشاند و به مسئولان مربوطه خبر داد. در آلمان بعضی از افرادی که گمان می‌رفت در تونل گیر افتاده باشند شناسایی شدند، اما سوال اینجاست که با بقایای آنها چه می‌کنند؟ پیر در تماس با پلیس آنها را به واکنش سریع برای مقابله با غارتگرها ترغیب می‌کند. انتظار می‌رود تونل وینتربرگ که مورخان آماتور کشف کردند به یک مکان تاریخی مهم تبدیل شود و تصمیم گیری رسمی درباره آینده آن به زودی انجام گیرد. Hugh Schofield, BBC News in Northern France.